نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه 11 ربیع‌الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با ضرر در انجام برخی از فرائض فرمودند: برخی از فرائض با احتساب نفع آن ضرر محسوب نمی شود، همانند تاجری که سفری طولانی می کند و در حین سفر مجبور به انجام هزینه های مالی فراوانی که در ظاهر ضرر است می شود، اما بیش از آن چون سود می کند این هزینه های مالی ضرر محسوب نمی شود. معظم الله در ادامه فرمودند: بنابراین پرداخت خمس و زکات و رفتن به حج هم به خاطر منافع دنیوی و اخروی آن نیز ضرر شمرده نمی شود. ایشان با تفاوت قائل شدن میان اضرار به بدن و اضرار به نفس فرمودند: اضرار به بدن اشکال ندارد، اما اضرار به نفس یعنی جان اشکال دارد، یعنی انسان مانند خودکشی کاری کند که جان او به خطر بیفتد و از دنیا برود. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. اگر نه اضرار به بدن، نه خود در سیره انبیا و اولیا بوده، در عبادات اضرار به بدن میکردن، حتی تورمت قدماه، این ضرر نیست؟ نه اشکال نداره. یعنی ظاهرا این فرمایش نهی یه فرمایش هم نادره، هم خلاف ظاهره، هم از شیخ مفید بگیرید تا امروز این را استفاده نکردن که اینا صدها اهل خبره هستن خودشون.